همکیشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ، شلوم. هفته آینده درست در شب شبات سال جدید 5784 تقویم یهودی شروع خواهد شد. امیدوارم که این سال برای شما عزیزان، همه ملت ما و همه انسانهای خوب این دنیا سال صلح و آرامش، سال سلامتی، موفقیت، سال رسیدن به تمام آرزوهای خوب همگی باشد. و آخرین پاراشایی که قبل از سال جدید خواهیم خوند معمولا پاراشای نیتسویمه که امسال با ویلخ دوتا با هم خواهند آمد. ولی در این پاراشا موشه ربنو در روزهای آخر حیات خود آخرین کلماتی را که از کتاب دواریم، از اول کتاب شروع کرده، با الهاماتی از جانب خداوند این کتاب رو باز نگری و باز تکراری بایستی گفت، تکرار تمام قوانین توراس، و میگوید اتم نیسویم کل خم هیوم لفنه هشم ملوک خم راشخم شطرخم و زکنخم و خول ایش اسرائیل. موشه ربنو میگوید امروز تمامی شما، سران قبائل شما، مجریان قانون و مشایخ و تمام طبقات مختلف مردم، حتی اطفال در پیشگاه خداوند ایستاده اید تا قبل از اینکه وارد سرزمین موعود بشوید لورخم به بریت، با شما دو مرتبه عهدی را که در سینای بسته بود تجدید بکنه. دو چیز و دو کلمه در این آیه بسیار قابل توجهه. کلمه اول نیتسویم و کلمه دوم هیوم. معنی ساده نیتسو در زبان عبری یعنی ایستادن. معمولا در زبان محاوره‌ای نمیگیم انی نیتسو، میگیم انی عمد، انی ایستادن. ولی نیتسو یک معنی عمیق‌تر و پرتوان‌تر دارد تا امید. چرا موشه ربنو این کلمه را استفاده می‌کنه؟ به خاطر اینکه اگر رجوع کنیم به پاراشای قبل از نیتسویم کتابو، در اونجا 98 نفرین و لعنت آمده است که خداوند به موشه می‌گوید به انها بگو که اگر اوامر من را انجام ندهند، اگر از راه اخلاقی تورا دور شوند، تمام این 98 لعنت و نفرین و آنچه که در این 98 نیامده است بر آنها وارد خواهم آورد. تورا امت 2000 سال پراکندگی در تمام دنیا، نه تنها تمام این بدبختی ها، کشتار ها، دربدری ها، جا به جایی ها، تجاوز ها و قصب تمام دستاورد های ما به وسیله دیگران انجام شده و میبینیم میگوید با وجود بگه مردم وقتی که شدیدن ایستادن، عهد ببندن و
وقتی که قبل از این بستن عهد این لعنت ها و نفرین ها را شنیدن، همه دچار یأس میشن، همه اونها دچار افسردگی میشوند. چطور ما خواهیم توانست در برابر این لعنت ها مقاومت بکنیم؟ چطور از بین نخواهیم رفت؟ موشه ربنو با انها میگه شما در این 40 سال گذشته خیلی فراز و نشیب دیدید، در آینده هم خواهید دید، ولی ببینید اتم نیسویم هنوز محکم ایستاده اید. نیسو از متسبب یعنی ستون، ستون یادگار، ستونی که از سنگ های محکم ساخته شده و واریز نخواهد کرد، این سنگ ها متلاشی نخواهند شد. شما هم در طول تاریخ چنین خواهید بود. ولی منظور حیام چی هست؟ موشه میگوید امروز من با شما، خداوند با شما عهد میبنده، ولی نه تنها با شما، بلکه اتشر اننو پا آنهایی که اینجا نیستن. کیا هستن اینا؟ یعنی فرزندان شما، نسل‌های آینده شما و آنهایی که در طول تاریخ به عنوان یک یهودی به دنیا میاد. من با اونها هم همین عهد را میبندم. و اگر میگویی سخته، لو نفلت بمن نیمه خواب، یعنی این از تو بعید نیست، دور نیست، فکر نکن انجام. میگه باز هم حیام را تکرار میکنه، میگه حیام حیام، چیزی که من امروز به تو مصدق حیام میگم از تو به دور نیست و بعید نیست. خیلی آسونه، نگو تو اونور آسمان هاست، اونور دریا هاست، کی میره بر من بیاره که من بتونم انجام بدم؟ نه، فی خاو ویل با خال اساتو. وقتی که تو با دهان خودت آن چیزی که بایستی شکرانه خداوند بگویی، تشکراتت را بگویی، کلام درست بگویی، لاشون هارا نگویی و همیشه خیر و سعادت از این دهان تو بیرون بیاد، احساسات احساس درست بشه، لباب مرکز احساسات درست انسانیه و از همه مهمتر انجامه. شما 1000 تئوری داشته باشید، اگر این تئوری رو در یک آزمایشگاه نتونی انجام بدید، تئوری به درد نمیخوره، ثابت شده نیست. در دنیای معنویت، روحانیت هم همینه، اعتقادات احساسات کافی نیست، عمل به مصباح هاست، انجام مصباح هاست. اگر 1000 بار بگویید به سیسید و تفیلین چقدر خوبن، چه معنای معنوی زیادی دارن و بعد راجع به اونها 1000ها فلسفه بفابید، ولی اگر کسی سیسید رو به سر نکنه و خودش رو نپوشونه و تفیلین رو نظره، عملی انجام نداره، احساس به درد نمیخوره. لعصوتو آسونه، ولی چیزی که قابل توجه اون حیامه. حیام در زبان عبری یوم یعنی روز. اگر میگه هی معرفت دوه داری، امروز روش تأکید میکنه، این چه روزیه؟ علمای ما میگوین این امروز درست روششناست، اون روزیست که ما اعتقاد داریم در اول سال یهودی، در اول ماه تشری، در روز شبات آینده، خداوند همه انسان‌ها رو مورد قضاوت قرار میده، گذشته اونها رو در نظر میگیره، اعمالشون رو در نظر میگیره. و قول رابمنون میگوید در این روز تعیین خواهد شد کی در سال آینده باشد و نباشد و کی به صورت‌های مختلف از این دار دنیا بره، کی آرامش داشته باشه، کی آسایش داشته باشه،
کی رفاه داشته باشه، کی فقر خدای نکرده. همه اینها رو در یکی از زیباترین پیوت یعنی شعر مذهبی که قرن 11 یا 12 ساخته شده در روز چهارشنبه یا کیپور رو میخونیم، وسیله رامبران، این یه بحث دیگریست در اونجا گفته شده. پس ببینید وقتی که ما میریم و میشتمیم چنین چیزی رو، این حیات ببینید چقدر مهمه. امروز روز قضاوته، هر روز یک روز چالشه. میگه این روز نه تنها روز هشانه، درسته ما از قضاوت هشم میترسیم، نمیدونیم چه خواهد شد، فردا روز چه خواهد بود. بنابراین امروز رو بایستی در نظر گرفت. امروز اگر میتونی کاری بکنی انجام بده. و ایام شما نبایستی روز روز هشنه که رسی شروع کنیم برگردیم ببینیم خب من در گذشته این کار رو این کار رو این اشتباه و این خطا رو این کار رو کردم اشتباه کردم، اگر این کار رو نمی کردم آیا اوضاع مالی بهتر نبود، اگر این تصمیم رو نمی گرفتم موقعیت اجتماعی بهتر نبود. به ما این حیام میگه که ببین گذشته رو فراموش کن، بذار کنار، از امروز شروع بکن. موشه ربه رو به همه توصیه میکنه که امروز رو در نظر بگیر. دیروز دیروزیست که گذشته و هرگز باز نخواهد گشت. امروز و فردا روزها هم امروز خواهد بود، فرداها هم خواهند آمد که هر روز حیام خواهد بود، امروز خواهد بود. خیلی جالبه، خسیدیم داستانهای خیلی زیادی دارن و مثلهای زیادی. حرمی میکلم کلم یک شهرکی بوده در شرق اروپا و یک راوی داشته اونجا و این خسید بوده. روزی به مردم میگوید ببینید اگر تمام افرادی که در قبرستان این شهر به خاک سپرده شدن به آنها بگوین شما نیم ساعت بهتون فرصت داده میشه که همه تون زنده بشوید، در این نیم ساعت چه کار خواهند کرد؟ ربی چه بگه؟ آدمای مؤمنی بودن، یکی میدوه میره توی کلیسا شروع میکنه به تفیله خوندن، یکی تلبودش در میاره، یکی میدوه بره ببینه کسی که گرسنه هست سیرش بکنه، کسی که عریانه بپوشونه و میره پیر مردها و پیر زنهایی که افتاده هستن عیادت اونها رو میکنه، خواسته هاش ببینه چی هست اونها رو برابره. میگه همه سعی میکنیم یک کار خوب انجام بدیم، یک میسوا انجام بدیم، اونهایی که از این نیم ساعتی که بهشون فرصت داده شده. میگه ببین ما هر روز 24 ساعت ما فرصت داریم که چقدر اعمال خوب انجام بدیم، چطور این 24 ساعت رو پرش بکنیم که با معنا باشه، با معنی باشه. هفته آینده وقتی که شفار زده میشه میگه حیام حرت عالم، امروز آبستن حوادثه. یعنی چه آبستن حوادثه؟ دنیا آبستن حوادثه. بله، وقتی که یک خانم آبستنه ما نمیدونیم چه فرزندی خواهد زایید، آینده او چگونه خواهد بود. میگه دنیای ما هم همینه، آبستن حوادثی است که شما نمیتونی پیش بینی بکنی ابدا. ما داریم همه حوادث به خوبی یا آینده روشن برای همه شما عزیزان و ملت ما باشه، برای همه انسان‌های خوب. و در اونجا در یکی از تفیله‌ها آخر فکر میکنم لحشه شلیخ سیبور پیش نماز روی حیام چیکار میکنه؟ تأکید میکنه و نشون میده که این حیام امروز روز هشانه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در آینده ما. میگه حیام تعمد سنو، یه خدایا امروز به ما نیرو عطا کن. یه حیام تا
تبارخنو، امروز ما رو برکت بده. میگه حیام تکدلنو، امروز ما رو از لحاظ معنوی اعتلا بده خدایا. حیام تدگلنو، امروز ما رو سرفراز کن. منظورش امروز زور حیام پراتورانی دنبالشه. حیام تحدلنو، به ما شکوه بده. حیام تخیلو، ما رو زنده نگه بده. نه امروز، همه روزهایی که پشت این حیام خواهد آمد. امروز ما را مورد رحم و شفقت خود قرار بده، ما را از گناهانمون پاک کن. پس هر روز زندگی مهمه. داوید هملخ در تهیلی میگوید لیمنوت یامنو کن هدا، خدایا لیمنوت یعنی شمردن، چیزی که قابل شمردنه ارزشمنده. میگه خدایا به ما این توفیق رو بده، این عقل و درایت رو بده که بتونیم هر روز زندگی خود را به بتالت بیهودگی ساعتهاش نگذرانیم، بلکه بتونیم بشماریم هر چیزی که قابل شمارش ارزشمنده. هر حیوم ارزشمنده. امیدوارم روششانا به ما یک جهش معنوی بده، زندگی بهتر و از خود انسانی بهتر، حساستر، انسانی مهربانتر در روابط خود با همسر، با فرزندان و با افراد فامیل خود و با جامعه خود احساس مسئولیت، احساس تعهد. خداوند هر روز را برای شما عید، روز موفقیت و شادمانی بکنه. آمین. لشنا توا تیکاتمو و تخاتمو. خداوند شما را در سال بسیار نیکو و خوب هم ثبت بکند و هم مخر. آمین. شبات شلوم.